دیگه دارو میره پیسه رو پشت سر انداخته میره چی گفت پس آقایم گفته پس انداز کن دردا که دیگر ایچ خندهی در کلبه های ما نیست. روز مرگم عشق را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید، روی قبرم لاله را پرپر کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید، رفتنم را ای دوستان باور کنید. شخصی که در خوشی های انبتنش خوش و در غمش اندوهگین می بود، درد و فقر جامعه را با طنزهای انتقادیش انعکاس می بخشید. اما چی دردآور و چی سخت است که در گوشه کلبه غریبانه چند روز درد را تحمل و بالاخره چشمش را برای ابد بست. گوش فرا می دهیم به صحبت های برادر مرحوم جلالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما محمد عظیم برادر محمد آصف جلالی و باید بگویم که نالله و انا الیه راجعون. جلالی صاحب خدا رحمت کنه، خداوند ببخشش، ارواحش شاد داشته باشه الهی. تقریبا 2 سال یا 3 سال مریض بود، تکلیف مشکل قلبی داشت و کمی البته شش تکلیف داشت. دیگه 2 سال، سال آخری یک ذره زیادتر، اینمی چند وقته یک ذره شدیدتر بود. از اینمی خاطر دیگه اونمو روز چهارشنبه تقریبا طرف های بعد از 8 صبح یا تا 9 و 10 همی جهان ترک گفت و وفات کرد. متاسفانه مهمش همی بود که از اثر حمله قلبی که یک 2 دفعه شده بود همی بار سومش بود. ابراز همدردی نشده، بلکه ما را اذیت هم ساختن برادر. من خودم برآمدیم خواهش کردم که شما فردا بیان، امروز روزش نیست، درست است؟ در داخل خانه ما آمدن و تصویر گرفتن، میفهمین؟ باز خواهش کردم که بیرون شوین. خلاصه تا که به خاک سپردیمش ما را جز از این که اذیت ساختن و ما این را میفهمیدم که تو به نفع خودت، منافع خودشان را در نظر گرفته همینجا ما را اذیت ساختن. بسیار شکایت جدیم دارم، آزردام هستم، هرچی که شما حسابش میکنین ما بسیار آزرده هستم از اینا. من بلکه خود جلالی از اینا آزرده است. بسیار خوب اگر خدمت میگیش خب مردم خندان، لبخند آورد در لب مردم و اینمی هم سمرش که شما در روز برای ما دادیم. ما را درک نکردیم ولی تا هدیره، تا سر خاک ما را اذیت ساختیم. ما بسیار شکایت دارم از اینا و بسیار ما آزرده هستم، همه ما آزرده هستیم از اینا و خود حضوام آزرده بود از امیا و عصر. من میپالم که یک رفتار بدش پیدا کنم که حداقل کم دل ما تسلی شه که نمیتونی یک بد بود داشت. نه، خیلی فقیر پرور، خیلی زندگی ساده. امیجا را میبینین شما یک گلاس چای ای برادر ما است، از وقت ای دوستش است. من برادر خود در چهره از این امیا میبینم. اینی ها سر ما آمدن دوست و از خود ما اینی بود که آمدن تسلی برای ما دادن. کل زندگی آصف جلالی اگر براتان بگویم همی بوده که 4 تا در گردش جمع شوه و همو ساعت یا همو شب یا همو روزی که نشستن همو به خوشی تر شوه یا به خنده تر شوه. دائم کوشش میکرد که کسایی بشینه که ساده، همی از خود ما بیگانه، هر کسی می آمدم اینجا پیشش در خدمت همگی بود. باید بگویم برادر که فقط از امی برادر که امی برادر دیگه ما را روان کرده همراه کمره که اسمشان عطا امین است و خارج از افغانستان زندگی میکنن و مقصدشان امی است که امی خاطرات ازی، امی یاد ازی
امی عزیز زنده نگاه شوه و خودش کدام مقصد منافع شخصی خود نداره. ما بسیار یک تشکری خاص از این میکنم. پروردگار عالم صحت نصیبشان بگردانه و ما بسیار خوشم هستم از این برادر ما. احمد ولی جلالی فرزند سوم جلالی، مانند پدر دارنده استعداد عالی هنری بوده و امید در بخش رشد و استعداد ایشان توجه و همکاری صورت گیرد. گوش فرا می دهیم به صحبت های فرزند سوم خانواده. نام احمد ولی است، پسر سوم آصف جلالی می باشم. دو برادر کلان، یک برادر کوچک دارم که سرجم فامیل ما 8 نفر می باشه. مریضی قلب بود، شش داشت. دو سه سال آخر برش زیادتر شد کم زره، که دیگه خانه نشین هم شد کم زره. یک هفته پیش دیگه بسیار مریضی زیاد شد، 4-5 روز در خانه هم بود. ما خودم زیادتر که امرایش هر جای می رفتیم با مردم می گفتی هم بسته هستن با یکی دیگه، اخلاق نیک داشتم روی کلشان، مردم هم کردن، قدر میکردن، عزت میکردن. بله میخوایم که یک نفر باشم را حمایت کنه که ما بتانم جای پدرم بگیرم، نامش بلند کنم. احمد یوسف فرزند بزرگ مرحوم جلالی با زبان ساده و بسیط در مورد پدرش چنین گفت: به نام خدا. السلام علیکم، اسم محمد یوسف، صنف یزده مکتب هستم، پسر کلان جلال صاحب هستم. پدرم تقریبا از امی 4-3 سال پیش به ایسو مریض شد. دیگردم یک هفته پیش بیخی مریض بود، جای نرفتم از خانه تا کمله قلبی اولش گرفت، از دنیا رفت. ما خب بسیار احترام برشان داشتم چون که پدرم بود، برکست که هر کس هست دیگه به من خب پدرم بود، منم زیاد دوست داشت دیگرد. تو پدر نبود که امرای سرار گپ امرای چیزه دوا کنه یا چی کنه، هم یکان گپای مهم که بود دبارش بس میکردیم، غیر از او دیگه بود. کار خود بود، من کار خود. خودم خود چیز برنامه ندارم، شاید یک بیادر دو بیادر رو تشویق کنم که میرای پدر من بگیره، یادش از زنده کنه، خاطرهش از زنده کنه. دوست قریب و صمیمی جلالی زندیات در رابطه به این که در اوقات فراغت مرحوم جلالی رو به بازی سنوکر می آورد چنین گفتند: بسم الله الرحمن الرحیم، اسم ما خوشحال است. اندیوال تفلی تا اینمی 4 شب پیش از مرگشان با هم 24 ساعت اگر نبودیم 12 ساعت 5 ساعت و 6 ساعت با هم یکی بودیم و یکی هم عریف سنوکر با هم یکی دیگر. خاطره خوش اینی بود که تمام روز در موتر کش میگشن در جای سیاسرا و تا بیادر خادم های بزرگ، ایتو به افتخار، به یک فخر، به یک خوشی جلالی صاحب خواهش میکرد که جلالی صاحب اجازت باشه یک عکس بگیریم، که خیلی فقیر پرور بود، کمک با غریب میکرد بیریا و تو یقین کو که یک روز تشکری ما به یک آدم میکرد کمک کرد که نزدیک و آدم از خوشی زیاد او فکر کرد که برو یک 2000-3000 افغانی است، اما او که در قف دست خود صدیای دلار دید بیخی همی زبان زده شد. با رفاقت غریب خیلی خوش بود. یارا فکر نکنم که جای جلالی سبک است در افغانستان و در رسانه جایش پر کنم. او یک آدمی بود که یک استعداد خداوندی داشت. یک تن از اقارب نزدیک مرحوم جلالی ابراز امتنان از ملت افغانستان نموده چنین فرمودند: اسم حاجی محمد ظاهر است، آصف جلالی نواسی کاکای ما میشه. دیگه رویه و کردارش با فامیل طور بود که مثل نمیشناختی که برادر است، ای پدر است، ای مثلا مادر است، با هم اگه هم تو دائم خوش و خندان و الحمدلله هیچ وقت کدام گپی چیزی نبود. اما مرگ جلالی برای ما بخی یک فاجعه آوره شد، یعنی زود به هنگام و یک ضایعه بزرگ است برای رسانه ها و برای کمدین های افغانستانی و برای هر چی که حساب بکنیم. فقط همه قرار میگیم تشکر از برادرها، تشکر از دوستا، تشکر از تمام ملت افغانستان، چی در خارج هستن چی در داخل هستن، که به ما تسلیت دادن در رسانه ها و در به اصطلاح صفحه های مجازی
که برای ما مردم تسلیت دادن. ما از اونها خیلی تشکر میکنیم، تشکر هستیم و فقط امیرم میگم که ما به حق جلالی دعا میکنیم خداوند جنت فردوس نصیبش بگردانه بازماندگانش، خواستن والدیش صبر جمیل برا. بس دوست دیگر جلالی مرحوم که بالای مرقدش نشسته با چهره غمگین در رابطه به غریب پروری ایشان چنین فرمودند: بله بسم الله الرحمن الرحیم. دوست جلالی هستم، برادر جلالی است، بچه مامایش هستم، دوست بسیار صمیمیم بود که ما همیشه ما کدش بودم، کدش میگشتم، حالا سر قبرش آمده. دعا میکنیم خداوند روحش شاد داشته باشه. عادتهای خوبی داشت که دمیجا میامد، ما خودم کدش بودم میشیشتیم. یک نیازمنده که پیدا میشد، میامد یک چیز در دستش مرا میداد، میگفت هیره برو بتش. و او که دعا شروع میکرد که جلالی صاحب خداوند تو کنه، بیده که برو مرا آزار نده، خدا خودش میکنه کارش. آدمی بود که کدام آدمی که مثلا تبش میخورد و میخواد کدش بگرده کدش باشه، مرا پیدا میکرد. خلاصه به هر طریقه ای که میشود تو یک آدمی با استعداد بود. دعا میکنیم خداوند روحش شاد داشته باشه. از جلالی گفتنی هایش بسیار زیاد است. در خاتمه یک بار دیگر برادرشان چنین گفتند: و ما از کسایی که دوستای هر خاص و عام همینجا که آمدن اشتراک کردن از کلش تشکری میکنم، تسلیت گفتن برای ما و از حکومت ما، از دولت، همین حوزه امنیت، حوزه پلیس، از این خیلی ما تشکری میکنم که آمدن همینجا اشتراک کردن و برای ما آمدن امنیت گرفتن، گرچه که چیزی گپ نبود ولی در اثر ادیره هم من دیدم که آمده بودن. ما خیلی تشکری میکنم از پیشان، اینا هم در جریان بودن. و مسئله دیگه ای که در چند روز میشنوم یا میبینم در صفحات مجازی، شاید نکنین بعد از چون ارواح از یه میادم روحش شما پریشان میسازین، دیگه هیچ کار نمیتونین و خودتان بد کنی به هم به خود میکنی و اگر خوب کنی هم به خود میکنی. برادر دیگه دعا میکنیم برش، پروردگار عالم روحشان شاد داشته باشه و من الله توفیق.